پانزدهم رجب، وفات زینب کبرا علیها السلام، بزرگ بانوی مجاهدان عاشورا. حضرت زینب، دخت گرامی علی ابن ابی طالب و فاطمی زهرا، در پنجم جمادی الاول سال ششم هجری دیده به جهان گشود. سالهای کودکی را در خانه کوچک و محقر علی در دامان فاطمه و نیایش پیامبر اکرم گذراند و شخصیت او در جوار آن اساره های جهاد و کمال انسانی شکل گرفت. زینب کبرا به خاطر هوش و فراست، دانش و ذهن روشن و پاکی ضمیر بسیار مورد علاقه و احترام حضرت علی و طرف مشورت او بود. هنگامی که امیرالمومنین علی علیه السلام زمام امور را به دست گرفت و مرکز خلافت خود را از مدینه به کوفه منتقل کرد، زینب نیز همچون حسن و حسین و همراه با همسر و فرزندانش به کوفه نقل مکان کرد تا کمک کار پدر باشد. در کتاب‌های تاریخ ثبت شده که زینب کبرا علیها السلام در کوفه و مدینه جلسات علمی داشت که در آن جمعی از زنان را آموزش می‌داد. او در فهم و درک قرآن و حدیث در مرتبه ای بود که ابن عباس که خود دانشمند و مفسر بزرگی بود از او به عنوان عقیله ما یاد می‌کرد و زینب کبرا را عقیله بنی هاشم، یعنی بانوی خردمند بنی هاشم لقب داده بودند. اما حماسه تاریخی زینب کبرا علیها السلام در فروغ جاویدان حسینی به اوج رسید. آنگاه که با یک انتخاب خارق‌العاده از همسرش عبدالله ابن جعفر، پسر عموی امام حسین، از بزرگان دوران جدا شد و در کاروان حسینی راهی سفر سرخ کربلا شد. زینب که در تمامی مراحل قیام حسینی همراز و همتای برادرش سید الشهدا بود، در هنگام‌های طاقت فرسای حماسه‌ها و شهادت‌های عاشورا و در ابتلاعات بسیار دشوار پس از عاشورا در رأس کاروان انقلاب حسینی، وجود تاریخی جدیدی را به عنوان الگوی تاریخی زنان مجاهد و موحد عرضه کرد. غیر ممکن را ممکن ساخت و از جنبشی که قدرت مسلط زمانه با وحشیانه ترین و قساوتبارترین شکل سرکوبگری میخواست شکست را به نامش ثبت کند، قدرتی شکست ناپذیر برآورد. حماسه زینب کبرا علیها السلام را شاید بتوان در کلام تاریخی او در کاخ ابن زیاد فشرده کرد. آنجا که در حال اسارت و در آن تعادل قوای بغایت نابرابر و به رغم مواجه بودن با داغ و درد جانسوز شهادت‌های عاشورا، با شجاعت و ایمان و قدرتی غیر قابل وصف صحنه را در کاخ حاکم جبار به کلی در هم ریخت و در توصیف تمامی آن ابتلاعات دشوار رو در روی ابن زیاد گفت: ما ارا الا جمیلا، من این همه را جز زیبایی و جمال نمی بینم. زینب علیها السلام در رویارویی با یزید و در کاخ او در شام نیز همین صلابت را بارز کرد و خلیفه جائر و خوناشام را چنان در تنگنا قرار داد که کاروان اسیران قیام حسینی و زینب کبرا را به مدینه برگرداند. اما دیری نپایید که فرماندار مدینه به یزید نوشت:
زینب سخنوری فصیح، دانا و خردمند است. او و همراهانش عزم دارند تا جهت انتقام حسین دست به قیام بزنند. و یزید وحشت زده دستور داد که زینب کبرا از مدینه به نقطه‌ای غیر از وطن تبعید شود تا حاکمیتش از بزرفشانی انقلاب توسط بانوی بزرگ رهایی در امان بماند. اما این هم اشتباه دیگری بود، زیرا زینب کبرا از سال 62 هجری قمری که در غربت و تبعید با زندگی وداع گفت به عنوان الگوی رهایی و در هم شکننده زنجیرها و در هم کوبنده جباران تا همیشه تاریخ الهام بخش و طوفان آفرین باقی ماند. بخشی از سخنان حضرت زینب رو در کوفه و شام خطاب به قتله سید الشهدا و همدستان و سردمدارانشون اینجا براتون بخونم. راستی که دشخیمان و سرکردگان و سران نظام پلید آخوندی مخاطبان امروزی این کلمات آتشین هستند، بنابراین با نیت که چنین مخاطبانی داریم اینها رو تکرار میکنیم. در کوفه زینب کبرا خطاب به فرومایگان آن روزگار که بعضن از عواقب جنایات پلید خود خوفناک و پشیمان بودند چنین گفت: مسئله شما مسئله آن کسی است که رشته های خود را پس از آن که سخت بافته بود پنبه کرد. شما پیمان های خود را ابزار منفعت جویی پنداشته اید. آیا در شما جز دعوی بیعمل و گزافه گویی و آلودگی و سینه پرکینه و دشمنی و دروغ و چاپلوسی نوکرمابانه و چشم زخم دشمنانه چیز دیگری هست؟ شما چون علف هرزی هستید که در مزبله رویده باشد و هر آینه نفسهایتان چه سرنوشت زشتی را برایتان تهیه دیده است. ای یزید، آیا گمان می‌کنی که چون زمین و زمان را بر ما تنگ گرفتی و ما را شهر به شهر و دیار به دیار به اسارت کوچ داده ای توانسته ای از مقام و مرتبت ما بکاهی و بر قدرت و ابهت خود بیفزایی؟ حال اینکه این سخن خداوند است که میگوید حق ستیزان گمان نکنند اگر با آنها مهلت میدهیم برایشان سودمندتر است. نه، چنین نیست، بلکه جز این نیست که به آنها مهلت میدهیم تا بر بار جرائم و جنایاتشان بیفزایند. روزگار سلطنت تو کوتاه و نیروی تو پراکنده و زمانه تو گذرا و در حال غروب است. و سپاس خدای را که پایان کار بهترین جوانان اهل بهشت را با سعادت و شهادت مهر و ختم کرده و از او می خواهیم که هر روز بر شأن و بر اجر آنها بیفزاید.